در گزارش سینمایی بهنام ناطقی نگاهی داره به فیلم خریدار شخصی با شرکت کریستن استوارت که از جمعه همین هفته اکرانش در آمریکا شروع میشه. I'd like to see them on you. You don't want to try them on? You know her, I can't. بازیگر کریستن استوارت ستاره مجموعه سینمایی پرهوادار گرگومیش در دومین نقشی که برای سینماگر مبتکر فرانسوی اولیویه اسایاس بازی کرده یک بار دیگر دستیار یک ستاره است. در فیلم جدید شخصیت او مورین خریدار شخصی یک مانکن بین المللی است در پاریس. This movie is pretty much about of course our ambivalence. سناریست و کارگردان آسایاس میگوید این فیلم درباره ابهام رابطه ما با جهان ماده‌گرایی است که در آن زندگی میکنیم و منظور از ابهام این است که به خاطر نقصایی که در این دنیا میبینیم نمیخواهیم بخشی از آن باشیم. آسایاس میگوید در ضمن فیلمش درباره صنعت مد است که با زیبایی ارتباط دارد و همه اون رو درک میکنند و زیبایی بخش بزرگی از زندگی ماست. We made this oath. Whoever died first would send the other a sign. From the afterlife. مورین شخصیت کریستین استوارت منتظر است که برادر دوقلویش از دنیای غیب پیامی برایش بفرستد. خریدار شخصی به این ترتیب می‌خواهد فیلمی در ژانر ترسناک باشد درباره تماس با ارواح، اما داستان فیلم ضمناً به یک جنایت هم کشیده می‌شود. The look that it takes into the fashion world. برای خانم استوارت نگاه فیلم به جهان مد جالب است، چون به نظر او جذابیت دوگانه مد را نشان می‌دهد، یکی جذابیت سطحی و ظاهری و دیگری جذابیت هنری و زیبایی شناختی. کریستن استوارت می‌گوید رابطه شخصیت او در فیلم با دنیای مد اما با نفرت از خیش همراه است. What were you doing at her place? Why are you asking? جاذبه فیلم تجربی و پیچیده آسایاس از دید بعضی منتقدها فرصتی است که برای خیره شدن به خانم کریستن استوارت به دست می‌دهد که در تمام صحنه‌ها حضور دارد. اگر معنایی در این فیلم نهفته باشد، اون رو در شیفتگی و خیرگی دوربین باید جست نسبت به این ستاره هالیوودی که می‌کوشد همراه با هوادارهایش یا بدون آنها به تعریف تازه‌ای از خیشتن برسد. بعدم توی گزارش به ارتباط بین شخصیت‌هایی که کریستن استوارت برای آسایاس بازی کرده اشاره کردی، یکم بیشتر توضیح میدی؟ خب تو فیلم اولی که با آسایاس کار کرد، ابرهای سیلز ماریا، استوارت که خودش یه ابرستاره پولساز هالیوودی هست، نقش دستیار یه ستاره 40 ساله سینما رو بازی کرد با بازی جولیت بینوش که در بحث با او میاد از پدیده ستاره سازی در صنعت سینما دفاع میکنه، یعنی چیزی که خودش محصولشه. در فیلم جدید او حتی از دستیار هم مقامش پایین تره، یعنی کارش خرید کردن هست برای یک ستاره مد. در هر دو این رابطه ها بین رئیس و مرعوس، آسایاس عامل بی‌ثباتی رو وارد کرده که در فیلم دوم بیشتر نماد داره. فیلم تأکیدی داره روی برندهای مد و تضادی که بین این دختر جوان آشفته حال و سرگشته وجود داره با این بوتیکای مشهوری که وظیفه داره بهش سر بزنه. این همونطور که تو گزارش هم گفتم یه طرف ماجراست، طرف دیگه این زن جوانی است که داره دنبال یه پیام از دنیای غیب هست، از برادر دوقلوش که در اثر بیماری قلبی که خودش هم بهش مبتلاست از دنیا رفته. در هر دوی فیلم های آسایاس، استوارت شخصیت اصلی فیلم غیب میشه. داستان فیلم چندان قابل خلاصه کردن نیست، ولی برای درکش باید خود استوارت رو نگاه کنیم و گذشته سینمایی او رو در نظر بگیریم، چون آسایاس این فیلم رو به تعبیری درباره این آدم نوشته، مثل فیلم مشهور دیگرش ایرما وب که سالها پیش درست کرده بود درباره یه ستاره مشهور فیلم‌های پرفروش هنگ کنگی بود که او رو به اروپا تازه برای اولین بار داشت معرفی می‌کرد. از دید ملیسا اندرسن، منتقد هفته‌نامه ویلج وایس نیویورک، آسایاس در این فیلم یکی از مشهورترین انسان‌های دنیا رو گرفته، در واقع کوچیک می‌کنه. منتقد نیویورکی دیگه نیکولاس راپول در هفته‌نامه محلی بروکلین نوشته حس و حال این فیلم علارغم اینکه یک کارگردان برجسته رو کار کرده و علارغم اینکه یه ابرستاره مثل استوارت توش حضور داره، حس و حال یه فیلم کوچیک است. بنام یه اشاره دیگه تو گزارش به تماشای خود استوارت بود که گفتی توی همه صحنه‌های فیلم حضور داره. این هم باز یه درون‌مایه است که منتقدهای زیادی به این بهش پرداختن که عنوان راهی برای ورود به این فیلم، برای درک این فیلم. از دیدگاه این فیلم مثل یه سفر سینمایی است که همراه با او میشیم در فروشگاه ها و بوتیک ها، ولی این سفر ضمناً در بوتیک های سینمایی هم هست، انگار آسایاس
چیزهای چشمگیری که تو همه فیلم‌ها هست، مثل غم فقدان، ماده‌گرایی، تکنولوژی و حتی عرفان قدیمی رو برداشته، اینا رو با هم قاطی کرده به این امید که بعضی از اونها به این هنرپیشه و به این صحنه‌ها برازنده بشه. فیلم خریدار شخصی ولی یه فیلم در ژانر ترسناک هم هست به خاطر تلاش برای تماس با غیب، اونم از طریق تکنولوژی آیفون. به دو صورت استوارت شخصیتی است که غایب هست، یکی به خاطر اینکه به خاطر غم فقدان برادرش روح خودش رو گم کرده و دیگری هم به خاطر نفرتی که از این شغل و از صاحب کارش احساس میکنه. اون چیزی که فیلم القا میکنه حس آسیب پذیری این دختر هست و واهمه از همه چیز تلخی که در راه هست. بعضی از منتقدها وقتی این فیلم تو جشنواره کن نشون داده شد برای مطبوعاتی ها فیلم رو هو کردن، اما همون موقع هم نقدهای تحسین‌آمیز زیادی دربارش بیرون اومد. نمایش اون در کن همزمان بود با نمایش فیلم کافه نشینان وودی آلن که اتفاقا در اون هم کریستین استوارت نقش یک دستیار رو بازی میکنه. در فیلم آسایاس به تعبیری استوارت با پدیده هنرپیشگی بازی میکنه، به خصوص در یکی از صحنه‌های محوری فیلم که میره تنها جلوی آینه در غیاب صاحبکارش لباس‌های آخرین مود او رو بر تن خودش امتحان میکنه جلوی آینه و در تخت خواب او به خلسه جنسی فرو میره. یعنی به جور تجربه غیر بودن. برخلاف فیلم قبلی که تمرکزش بر دوگانگی استوارت و بینوش بود و بحثای اونا، تو این فیلم تمرکز روی خود استوارت هست که مثل هر جوون 20 و چند ساله دیگری دچار بیم و نگرانی هم هست. به قول سارا استوارت منتقد نیویورک پست، هرچند قصه فیلم زیاد مشخص نیست، اما تصاویر خیره کننده فیلم زیر پوست تماشاگر نفوذ میکنند. مرسی بهنا. فیلم خریدار شخصی با بازی کریستن استوارت از همین جمعه در سینما. ممنونم.